حکومت چین محدودیت های تازه در ناحیه دورافتاده غربی سینکیانگ اعلام کرده و مدعی شده که این محدودیت ها بخشی از کمپینی علیه افرادگرایی است. این تدابیر شامل ممنوعیت داشتن ریشخای بلند و پوشیدن هجاب در اماکن عمومی و خودداری از تماشای تلویزیون دولتی است. سینکیانگ سرزمین ایغورهای مسلمان است که میگویند با تبعیض روبرو هستند. در سالهای اخیر در این ناحیه درگیری های خونین روی داده که حکومت مرکزی چین خشونت را به جدایی طلبان نسبت می دهد. از طرفی گروه های حقوق بشر می گویند که این ناآرامیها ها واکنش به سیاست سرکوب گرایانه نظام حاکم است و وضع تدابیر تازه ممکن است باعث به افراد کشیده شدن بعضی از ایغورها شود. هرچند قبلا محدودیت های مشابه در سینکیانگ به اجرا گذاشته شده بود اما از پایان این هفته این محدودیت ها جنبه قانونی پیدا می کند. به گزارش رویترز در قوانین جدید ممنوعیت دیگر از قبیل خودداری از فرستادن کودکان به مدارس دولتی خودداری از رعایت سیاست های تنظیم خانواده تخریب عمدی اسناد حقوقی و عقد بر اساس آین مذهبی را شامل می شود. این مقررات همچنین تصریح می کند که از این به بعد کارمندان فضاهای عمومی مانند ایسکاها و فرودگاه ها باید از ورود کسانی که تمام بدن خود از جمله صورتشان را میپوشانند جلوگیری کنند و پلیس را در جریان قرار دهند. مقام های چینی قبلا تدابیری دیگر از جمله محدودیتهایی بر احتای گذرنامه به ایغورها اعمال کردند. ایغورها قومی از ترک های مسلمان هستند که بیش از 45 درصد جمعیت سینکیانگ را تشکیل می دهند. 40 درصد دیگر ساکنان سینکیانگ از قوم چینی هان و بقیه جمعیت آن از قومیت های مختلف تشکیل شده است. شاین ذکر است چین در سال 1949 پس از سرکوب کشور بی دوام ترکستان شرقی حاکمیتش را بر آنجا گسترش داد و از آن زمان مهاجرت گسترده قوم هان به این منطقه ادامه دارد و این غرها نگران از میان رفتن فرهنگ سنتی خود هستند.